فصل چهاردهم. در شهر قونیه نیز پولس و برنابا به کنیسه یهود وارد شدند و چنان صحبت کردند که گروه عظیمی از یهودیان و یونانیان ایمان آوردند. اما یهودیانی که ایمان نیاورده بودند، غیر یهودیان را تحریک کردند و افکار آنان را نسبت به این برادران منحرف ساختند. آن دو مدت زیادی در آن شهر ماندند و بدون ترس درباره خداوند سخن می‌گفتند. خداوند نیز با عطای قدرت به آنها برای انجام آیات و معجزات پیام فیض بخش خود را تصدیق می‌فرمود. اما بین مردم شهر دو دستگی افتاد. عده‌ای طرفدار یهودیان شدند و عده‌ای جانب رسولان را گرفتند. در این وقت یهودیان و غیر یهودیان با همدستی اولیای امور تصمیم گرفته بودند به رسولان آزار برسانند و آنان را سنگسار نمایند. به محض اینکه رسولان از این موضوع آگاه شدند، به شهرهای لیکاونیه یعنی لستره و دربه و نواحی مجاور فرار کردند و در آنجا به بشارت نجات ادامه دادند. در شهر لستره مرد مفلوجی نشسته بود که لنگ مادرزاد بود و هرگز با پاهای خود راه نرفته بود. او به سخنان پولس گوش می‌داد. پولس به صورت او خیره شد و چون دید ایمان آن را دارد که شفا یابد، با صدای بلند به او گفت: بلند شو و راست روی پاهای خود بایست. او جست زد و به راه افتاد. وقتی مردم کاری را که پولس کرد دیدند، به زبان آن محل فریاد زدند: خدایان به صورت انسان در میان ما فرود آمدند. برنابا را مشتری و پولس را عطارد خواندند. پولس را از آن جهت عطارد خواندند که سخنگوی آنان بود. آنگاه کاهن معبد مشتری که معبدش در خارج شهر واقع بود، گاوانی با حلقه‌های گل به دروازه شهر آورد و می‌خواست به اتفاق جماعت گاوان را قربانی کند. اما هنگام که آن دو رسول یعنی برنابا و پولس از این امر مطلع گشتند، لباس‌های خود را دریدند و به میان مردم رفته فریاد می‌کردند: ای آقایان، چه می‌کنید؟ ما هم مثل شما انسان هستیم، با عواطف و احساساتی مانند خود شما. ما برای شما مژده‌ای داریم که از این اعمال بیهوده بازگردید و به خدای زنده‌ای که آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفریده است روی آورید. در دوران گذشته او اجازه داد که جمعی ملت‌ها به راه‌های خود بروند. در این حال اعمال نیک او همیشه وجودش را ثابت نموده است. او به شما از آسمان باران و محصول به موقع عطا می کند، به شما غذا می دهد و دلهایتان را از شادمانی پر می سازد. رسولان با این سخنان به سختی توانستند مردم را از قربانی کردن برای ایشان باز دارند. در این هنگام یهودیان از انطاکیه و قونیه رسیدند و مردم را با خود متحد ساخته و پولس را سنگسار کردند. و به گمان این که مرده است او را از شهر بیرون کشیدن. اما وقتی شاگردان دور او جمع شدن، او برخاست و به داخل شهر آمد و روز بعد به اتفاق برنابا به دربه عزیمت کرد. پس از اینکه در آن شهر هم بشارت دادند و پیروان بسیاری یافتند، به لستره و قونیه و انطاکیه بازگشتند. در بین راه شاگردان را تقویت می کردند و آنان را تشویق می نمودند که در ایمان خود پایدار بمانند و به آنان می گفتند: برای داخل شدن به پادشاهی خدا ما باید از راه های بسیار سختی بگذریم. در هر یک از کلیساها مشایخی را تعیین کردند و با نیایش و روزه ایشان را به دست آن خداوندی که به او گرویده بودند سپردند. سپس از سرزمین پیسیدیه گذشتند و به سرزمین پمفیلیه رسیدند. وقتی پیام را در پرجه هم اعلام کردند، به اتالیه وارد شدند و از آنجا با کشتی به سوی انطاکیه رفتند، یعنی همون جایی که به خاطر خدمتی که انجام داده بودند به فیض الهی سپرده شده بودند.
وقتی به آنجا رسیدند، اعضای کلیسا را جمع کردند و ایشان را از هرچه خدا به اتفاق آنان انجام داده بود مطلع ساختند و نیز گفتند که چگونه خدا راه ایمان را به روی ملل غیر یهود گشوده است و در آنجا مدتی پیش شاگردان ماندند.